ادوارد اسنودن، تکنسین سابق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، یک روز پس از اینکه مسئولیت افشاگری علیه دولت آمریکا را پذیرفت، ناپدید شد. بنا به گزارش ها مشخص نیست او پس از ترک محل اقامتش در هنگ کنگ به کجا رفته است. آقای اسنودن 29 ساله گفته بود در پاسخ به ندای وجدانش اطلاعات محرمانه دولت آمریکا درباره جمع‌آوری اطلاعات شهروندان را افشا کرده بود. هفته گذشته روزنامه بریتانیایی گاردین افشا کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا به طور مخفیانه اطلاعات مربوط به مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی میلیون‌ها نفر را جمع‌آوری می‌کرده. یکی از سردبیران گاردین در آمریکا می‌گوید او در موقعیت دشواری قرار گرفته است. او گفته است که قصد دارد در کشوری مثل ایسلند که سابقه درخشانی در دفاع از آزادی بیان دارد پناهنده بشود. باز است که ما اصلاً دوست نداریم به او آسیبی برسد. در شرایطی که امکان دارد نظام قضایی آمریکا ادوارد اسنودن را به اتهام افشای اطلاعات سری محاکمه کند و به دنبال استرداد او باشد، کاربران اینترنت توانستند در حمایت از او 30,000 امضا جمع‌آوری کنند. اعضای این کارزار از رئیس جمهوری آمریکا می‌خواهند که او را عفو کند.